خب این ویدیو قسمت دوم ویدیو هست و از ادامه قسمت اول بریم ببینیم چی میشه. اما اگر یه جای یادتون رفت، اولا که این آیتم نشون دهنده بکه، این آیتم اینجا، اینها میزنید برمیگرده و این زوم و این آن زوم هم وقتی بکنید خود اون صفحه‌ای که توش دارین شجره رو میکشین زوم میشه. نگاه کنید اینجا، اگر این زوم رو بزنم خود این که شجره رو دارم توش میکشم زوم میشه. خب اما حالا میخواین اینجا مثلا اینو میگیریم، اینطوری میگیریم بیارین این ورتر، میخواین اینجا یه چیزی اضافه بکنین، روی این خط کلیک راست میکنید، این خط این شکلی میشه، بعد کلیک چپ میکنید، بعد کلیک راست میکنید، مشخصه. ببینید پسر جدید، دختر جدید، فرزند جدید. حالا چیکار اگر بخواین این کار انجام ندید؟ اول روی این خط کلیک راست میکنید، دکمه اس رو میزنید یا دکمه دی رو میزنید، همونجوری که بهتون گفتم دیگه، دختر یا پسر، میبینید واسه تون میاد. خب اما اینم گفتم دیگه، هر کدوم هم میخواین اسمش رو بنویسین اطلاعاتش رو اینجا وارد میکنید، روش کلیک میکنید، پنجره باز میشه. چیه اینه که هر کسی برای خودش یه شجره از خانوادش به این صورت رسم بکنه چش. و فقط اسم اون فرد رو بنویسه. من یه شجره براتون کشیدم، الان شجره خانوادگیمون رو بهتون نشون میدم. خب این شجره یه که من رسمش کردم، نگاه بکنید. من خیلی خوشم اومد از این برنامه، من تو هفت لحظه کشیدم شجره. برای اینکه بیام این شجره رو راحت تر ابعادش رو بهتون نشون بدم، میام توی قسمت ویو، زوم، میام زومش رو کوتاه، کوچیکترین شکل ممکن، زومش رو کوتاه میکنم، خیلی ریزه ها، ولی میخوام حجم شجره که کشیدم رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید از اینجا شروع میشه و اینطوری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوام خودم رو نشون بدم، این منم، این برادرمه، این مادرمه، این پدرمه، بعد میره بالاتر، پدر بزرگمه، بعد میره پدر پدر بزرگم، عموهای پدر بزرگم، این طرف میره پدر بزرگ. البته اینا لازم نداریم اینقدر زیاد ها برای کار آزمایشگاهشون، من برای اینکه خودم خوشم میاد همه رو کشیدم. خب حالا زومش رو بزرگتر میکنم. خب اینجا رو مشاهده بکنید، این الان پانیز عزیزیه، این پارس عزیزیه. میخوام این خط رو مشخص بکنم، چون میخوام مشخص کنم که پدر مادرم با هم ازدواج کردن. روی این خط دبل کلیک میکنم، میبینید اینجا میاره ریلیشنشیپ، انواع اقسام ریلیشنشیپ ها رو بساتون اینجا نمایش داده، مریج، ازدواج کردن. اوکی میزنم، نگاه کنید این خط مشکی تر شد نسبت به خطی که چیز. حالا میخوام بگم که من بچه واقعی اینا نیستم، من از پرورشگاه آوردم. برای اینکه اینو بگم، نگاه کنید روی این کلیک چپ میکنم، کلیک راست میکنم، معذرت میخوام، کلیک راست میکنم، ببینید اینجا رو لینک از پرنت، لینک از بایولوژیکال چایلد، یعنی بچه ای که بایولوژیکال بوده یا بچه ای که ادابتد بوده. میبینید اینجوری استاتوس بچه بودنم عوض میشه، یا مثلا این، میبینید. ولی متاسفانه من بچه واقعی هستم. حرفمو پس میگیرم، خیلی هم پدر مادرمو دوست دارم. خب حالا توی زمانی که شما این رو رسم کردین و اومدین استاتوس ها رو مشخص کردین، در قسمت بعدی میخوام بهتون دونه دونه این آیتم هایی که اینجا هست رو توضیحش بدم. بله. بریم قسمت بعدی. خب بچه نگاه کنید، زمانی که رو هر کدوم از اینها موستون رو نگه دارین، معنی اون آیتم براتون میاد. مثلا نارسایی فیزیکی، معتاد به مواد مخدر، اعتیاد شدید. میبینید زبانشو کافی فارسی بکنید از قسمت لنگویج، یعنی قسمت لنگویج بالاش هست قشنگ، میایین فارسی و تمام اینها به فارسی نشون داده شده که هر کدوم از اینها چه معنی دارن. میبینید چاقی، سرطانی، بیماری قلبی، بیماری فشار خون، بیماری های مقاربتی، هپاتیت، دیابت و انواع مختلف. اما شاید براتون سوال بشه که چرا اینجا من زردم، دورم زرده. برای اینکه یک شخص خاصی رو مشخص کنید، فرد شاخص، میبینید روش کلیک میکنید، بیاید اون قسمت زرد رو میزنید، یعنی که این شجره راجع به این فرد شاخصه. اما قسمت بالا هم انواع روابط رو نشون میده، روابط احساسی، مثلا نگاه کنید نادیده گرفته شدن، سوء استفاده جنسی، سوء استفاده فیزیکی، یا مثلا تنفر، رابطه عاشقانه، خشونت شدید. میبینید الان مثلا میخوام بگم که بین من و برادرم خشونت شدید با هم وجود داره،
آبمون توی کاسه نمیره. این رابطه احساسی رو نشون میده به هم. ببینید، هماهنگی، دوستی نزدیک و همین قبیل چیزها. این جدول هم که مشاهده میکنید، اگر هر کدوم از اون آیتما رو بگیریم و روشون بذاریم، اینها هستش دیگه. اینا رو دوباره براتون آوردم. مثلا اسموکینگ، دیابت، کانسر، بیماری قلبی، افسردگی، یا این یعنی که شخص استعداد معتاد شدن رو داره. خیلی برنامهش خیلی برنامه کاملی هست. اما یه راه دیگه هم برای روابط احساسی بین افراد وجود داره. بجز اینا. چاپ میکنید ببینید، الان فارسیش کردم. رابطه احساسی. ببین بیا زبان فارسی می‌کنی. رابطه رو دونه دونه مشخص کرده که هر کدومشون چه رابطه‌ای هستش. می‌بینید مثلا بهترین دوست، دوست خیلی نزدیک، مثلا این پسر از این خانواده بهترین دوست با مثلا این یکی پسر از این خانواده. روابط احساسی رو مشخص می‌کنه بین افراد. خب الان اینجا نگاه کنید، مثلا می‌خوام بگم که این دو تا زن و شوهر رابطه‌شون با هم خوب نیست. اینو میزنم ریلیشن، بعد اینجا اومده انواع مختلف، مثلا این از هم جدا شدن. حالا میخوام بگم که نه تنها اینا از هم جدا شدن، رابطهشون خیلی هم رابطه بدیه، یعنی با هم همیشه در حال جنگن، از هم متنفرن، این مجذوبه، این دشمنی شدیده. این نشون میده که اینا نه تنها با هم از هم جدا شدن، با هم پدرکشتگی دارن. ببینید مثلا دشمنی شدید رو نشون میده. بله. ببینید مثلا دشمنی شدید رو نشون میده. اما اینا خیلی تخصصیه. اون چیزی که ما نیاز داریم این هستش که بیایم گروه خونی افراد رو مشخص کنیم یا ژنوتایپشون رو مشخص کنیم. اما برای این چی کار میکنیم؟ بریم توی شجره خودم توضیحش بدم. بریم توی ویدیو بعدی مشاهده کنید که حجم فایلمون زیاد نشه.